در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از آخرین تحولات مذاکرات وین، واکنش مقامات عراق به حمله راکتی علیه سفارت آمریکا، ادامه آزمایش‌های موشکی توسط کره شمالی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 25 دی شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب از 324,600,000 و 5,550,000 نفر عبور کرد. تا کنون حدود 265,600,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. با شیوع سویه اومیکرون در جهان، رکورد مبتلایان جدید در بسیاری از کشورها به شکل روزانه شکسته می‌شود. تعداد مبتلایان آمریکا همچنان رو به افزایش است و تعداد فوتی‌های روزانه این کشور به حدود 2500 نفر رسیده است. تعداد مبتلایان هند و برزیل نیز با جهش ناگهانی روبرو شده و آلمان هم پس از روند کاهشی مبتلایان بار دیگر با افزایش بی سابقه مبتلایان دست و پنجه نرم می کند. همچنین با شناسایی بیش از 77,000 مبتلای جدید در ترکیه، رکورد مبتلایان روزانه این کشور شکسته شد. عراق و پاکستان هم با موج کم سابقه کرونا روبرو هستند. از سوی دیگر افزایش آمار مبتلایان در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه دارد و عربستان سعودی روز جمعه بیشترین مبتلایان خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان، ژاپن با افزایش شدید مبتلایان روبرو است. آخرین تحولات مذاکرات وین. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد مذاکرات کنونی وین نسبت به قبل در فضای بهتری انجام می‌شود و همین امر امکان تجدید توافق هسته‌ای را ممکن می‌سازد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز گفت در مذاکرات دشوار و پرچالش وین پیشرفت حاصل شده و ایران و آمریکا در حال درک نگرانی‌های عینی هستند. با این حال وزیر خارجه فرانسه روند مذاکرات را کند دانسته و درباره نتیجه آن ابراز تردید کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرده برای احیای برجام تنها چند هفته فرصت باقی است. هماکنون نمایندگان ارشد ایران و طرفهای برجام برای رایزنی به پایتختهای خود بازگشتند و مذاکرات وین در سطح کارشناسی جریان دارد. واکنش مقامات عراق به حمله راکتی به سفارت آمریکا. شامگاه پنجشنبه دست کم 4 موشک به منطقه سبز بغداد شلیک شد و 3 راکت نیز به داخل محوطه سفارت آمریکا اصابت کرد. اقدامی که با محکومیت شدید مقامات آمریکا روبرو شد. وزارت خارجه عراق ضمن محکومیت حمله راکتی به سفارت آمریکا اعلام کرد که دولت عاملان این حمله را تحت پیگرد قرار داده و مجازات خواهد کرد. برهم صالح، رئیس جمهور عراق نیز در معرض خطر قرار دادن اماکن دیپلماتیک و غیر نظامیان را یک اقدام تروریستی جنایتکارانه دانست. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر هم اعلام کرد برخی گروه‌های مدعی مقاومت سفارت آمریکا را هدف قرار می‌دهند، اما در واقع غیر نظامیان و زنان و کودکان را مجروح کردند. ادامه آزمایش‌های موشکی توسط کره شمالی. به دنبال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه 5 شهروند کره شمالی به دلیل ارتباط با برنامه موشکی این کشور، پیونگ‌یانگ بامداد جمعه 2 موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد. این سومین آزمایش موشکی کره شمالی طی 10 روز گذشته قلمداد می‌شود. تحریم‌های ایجاد شده نخستین تحریم‌های دولت جو بایدن علیه پیونگ‌یانگ محسوب می‌شود که با آزمایش موشک‌های بیشتر توسط کره شمالی همراه شد. واکنش اوکراین به حمله سایبری گسترده علیه این کشور. به دنبال حملات سایبری گسترده به وبسایت‌های دولتی اوکراین، این کشور روسیه را به انجام این حملات متهم کرد. این حمله که روز جمعه انجام شد و بزرگترین حمله سایبری به اوکراین طی 4 سال گذشته محسوب می‌شود، حدود 70 وبسایت دولتی را موقتاً از دسترس خارج کرد. آمریکا و ناتو حملات سایبری به اوکراین را محکوم کردند، اما روسیه هنوز واکنشی نشان نداده است. افزایش فشار بر بوریس جانسون به خاطر نقض محدودیت‌های کرونایی. دفتر نخست وزیر بریتانیا به خاطر برگزاری 2 میهمانی در ساختمان نخست وزیری در شب قبل از مراسم ترحیم و تدفین شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه، از او عذرخواهی کرده است. از سوی دیگر بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان، به دلیل حضور در یک مهمانی، آن هم در شرایط قرنطینه سراسری در این کشور و نقض محدودیت‌های کرونایی در ماه می سال 2020، تحت فشار شدیدی قرار دارد. جانسون از اقدام خود عذرخواهی کرده، اما مخالفان خواستار استعفای او هستند.